سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی ما. ژانر کمدی فیلم‌ها همواره یکی از محبوب ترین ژانرهای سینمایی ایران بوده است و مخاطبان نشان دادند که علاقه ویژه‌ای به تماشای فیلم‌های کمدی دارند. می‌خواهیم 10 تا از بهترین فیلم‌های کمدی ایرانی که انتخاب و ترتیب آنها بر حسب نظرسنجی مخاطبان میباشد را در دو ویدیو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. در ویدیو قبلی قسمت اول و در این برنامه قسمت دوم از بهترین فیلم‌های کمدی ایرانی که شامل 5 فیلم آخر لیست میباشد را خدمت شما دوستان ارائه می‌دهیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم که کانال رو سابسکرایب کرده و در صورت مفید بودن ویدیو ممنون میشیم جهت حمایت از ما اون رو لایک کنید. فیلم سینمایی چشم و گوش بسته. فیلم چشم و گوش بسته ساخته شده در سال 1397 به کارگردانی فرزاد معتمن با بازی بازیگران امین حیایی، بهرام افشاری، آناهیتا درگاهی، مسعود کرامتی، لیندا کیانی، پوریا پورسرخ و مانی حقیقی می باشد. این فیلم اقتباسی از یک کمدی آمریکایی دهه 80 به نام نه کسی شیطان را دیده نه کسی شیطان را شنیده می باشد که حتی نام فیلم هم یک مدل اقتباسی از همان نام در زبان فارسی می تواند باشد. این فیلم کارگردانی بسیار خوبی دارد و فرزاد معتمن به خوبی از بینش فیلم بینش استفاده می کند تا بتواند به فضاسازی که یک فیلم کمدی لازم دارد برسد. زوج امین حیایی و بهرام افشاری در کنار هم بسیار بامزه‌اند و سعی می کنند در عین جدیت خلق کمدی کنند. چشم و گوش بسته در نهایت در مقایسه با کمدی های اخیر و در نسبت با سنت کمپا گرفته کمدی سازی سینمای ایران فیلم قابل پیش نهادی برای تماشا می باشد. فیلم سینمایی سن پترزبورگ. فیلم سن پترزبورگ ساخته شده در سال 1388 به کارگردانی بهروز افخمی و با بازی بازیگران امین حیایی، محسن تنابنده، بهار رهنما، اندیشه فولادوند، امید روحانی، پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، کیانوش گرامی، سروش صحت، سیامک انصاری، نیما تبریزی و نعیمه نظام دوست می باشد. این فیلم یک فیلم کمدی می باشد که کمتر کسی از فیلمساز جدی مانند بهروز افخمی انتظارش را داشت. سن پترزبورگ از جمله کمدی‌های جالب توجه سال 89 بود که تماشایش هنوز هم دلنشین به نظر می‌رسد و نشان دهنده احاطه بهروز افخمی بر سینمای آمریکا می‌باشد. اینکه اصلاً کارگردانی که شوکران، جهان پهلوانان تختی و فرزند صبح را ساخته، ناگهان سراغ ساخت سن پترزبورگ برود، هیچ ارتباطی به سینمای ایران ندارد و برآمده از مناسبات فیلمسازی آمریکایی خصوصاً در بخش مستقل است. ترکیب پیمان قاسمخانی و محسن تنابنده بسیار خوب از آب درآمده و بار طنز فیلمنامه را دو چندان کرده است. فیلم سینمایی مهمان مامان. فیلم مهمان مامان ساخته شده در سال 1382 به کارگردانی داریوش مهرجویی و با بازی بازیگران گلاب آدینه، پارسا پیروزفر، امین حیایی، حسن پورشیرازی، ژاله علو، نسرین مغانلو، فریده سپاه منصور، ملیکا شریفینیا، علیرضا جعفری، رویا عالمی، مهدی تقینیا، آفرین عبیسی و فاطمه سفرطاهری می باشد. مهمان مامان یکی از صاف و ساده ترین و دلی ترین فیلم های داریوش مهرجویی می باشد. فیلمی که شرح حال همراهی و همزیستی و انسانیت در طبقات فرودست اجتماعی و در حالی که خانواده وضع مالی بسیار نابسامانی دارند، همه دست در دست هم می دهند تا شامی آبرومندانه جلوی تازه عروس و داماد بگذارند. جو خانوادگی فیلم بسیار دوست داشتنی است و البته شوخی هایش همانقدر که می خنداند تلخی هم به بار می آورد. فیلم مهمان مامان درباره مهربانی، نودوستی و محبت است و در نهایت از خلال همه این مفاهیم انسانی که مطرح می کند به خودخواهی ها و کامجویی های فردی و درونی شخصیت ها اشاره می کند. آنچه این فیلم سعی دارد از دل نمایش این اختلاف طبقاتی بیرون بکشد این است که زندگی پایین شهری با وجود همه مشکلات، مسائل و آلامی که با خود به همراه دارد، اما از طرفی شیرین تر و سرخوشانه تر است. آدم ها خوشحال تر هستند و در نسبت با مناسبات ماشینی و مدرن بالا شهری جاندارتر و انسانتر. فیلم سینمایی گشت ارشاد.
فیلم گشت ارشاد ساخته شده در سال 1390 به کارگردانی سعید سهیلی با بازی بازیگران حمید فرخ‌نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، نیوشا ضیغمی، سحر قریشی و میرطاهر مظلومی میباشد. فیلمی که در زمان خود با استقبال ویژه‌ای روبرو شد و حواشی زیادی هم برایش به وجود آمد. نام فیلم خود بزرگترین حاشیه ها را برانگیخت و فیلم را در مقابل آماج حملات جریان‌های حزب‌اللهی قرار داد و همین مسئله کنجکاوی به تماشای گشت ارشاد را در نظر عامه دوچندان کرد. هرچند که این فیلم از نظر سینمایی بسیار معمولی به نظر می رسد، اما شوخی هایش برای تماشاگران عامه بسیار جالب توجهند و بعضی از صحنه های فیلم واقعا بامزه اند و مثلث فرخ‌نژاد، سهیلی و کیمیایی هم هماهنگی بسیار خوبی دارند. فیلم سینمایی نهنگ انبر. فیلم نهنگ انبر به کارگردانی سامان مقدم با بازی بازیگران رضا عطاران، مهناز افشار، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، رضا ناجی، نادر سلیمانی و امیرحسین رستمی میباشد. نهنگ انبر اولین فیلم کمدی دهه 90 بود که با این فرم نوستالژیک داستان را در دهه 60 تعریف میکرد و با استفاده از المانهای دهه 60 سعی در خنداندن تماشاگر داشت. نهنگ انبر را میتوان دروازه ساخت فیلمهای کمدی دهه 50 و 60 در سینمای ایران دانست که البته فیلم‌های مصادره، هزارپا، زیرخاکی و آثار اینچنینی همه تأثیر گرفته از محبوبیت نهنگ انبر ساخته شدند و البته از حق هم نگذریم، حس نوستالژیک در نهنگ انبر بسیار گیرا است و هر تماشاگری حتی دهه 70 ها را به فضای آن روزها نزدیک می‌کند که البته استفاده از موسیقی که در این فیلم باشد در این زمینه بسیار تاثیرگذار است. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. برای دیدن قسمت اول لیست فیلم‌های کمدی ایرانی می توانید ویدیو قسمت اول که در تصویر نشان داده می شود را برای تماشا انتخاب کرده و در ادامه با ما همراه باشید. آرزو می کنیم همه لحظه هاتون سرشار باشه از موفقیت، آرامش و سلامتی.